در بهشت نعمت هایی هست که بالاتر از بهشته، که وقتی انسان مسلمان در بهشت قرار میگیره که در بهشت نعمت هایی هست که نه چشمی دیده نه گوشی در وصفش شنیده نه بر دل انسان خطور کرده. سبحان الله، چنین نعمت هایی هست. در احادیث وارد شده که وقتی خداوند ناز و نعمت های بهشتی را به بهشتیان معرفی میکنه و میگه این مال شماست، استفاده کنید، همه مات و مبهود میشن که بار الله این همه پاداش ما که این همه اعمال انجام ندادیم. اون دیگه فضل و کرم خداونده. بعد متجلی میشه بر بندگانش در بهشت، بر این اصحاب نفس مطمئنه بهشون میگه که ای بندگان بهشتی من، از من راضی هستید؟ میگن بار الله چرا از تو راضی نباشیم؟ شما که ما را به بهشت داخل کردی بر مبنای لطف و کرمت، وگرنه اعمال ما ناچیز بود. شما که از تقصیرات ما گذشتید بر مبنای لطف و کرم و محبتت و مغفرت و رحمت و شفقتت، بر ما بر بهشت داخل کردی، ما را از نعمتهای بهشت محظوظ کردی و خوشنصیب کردی، چرا از تو راضی نباشیم؟ دوباره الله رب العزت و الجلال سوال میکنه از بندگان بهشتیش، آیا چیزی دیگر غیر از این بهشت نمیطلبید؟ به ذهنشون نمیرسه، فکر میکنن هرچی ناز و نعمت و خوشی و لذت هست همین بهشته، همین جوهاست، جوی آب گوارا، جوی شیر، جوی شراب، جوی عسل. سبحان الله، همش مزه است. انسان نیاز به دستشویی پیدا نمی کنه، نیاز به ادرار پیدا نمی کنه، شکمش منتفخ نمیشه، همه مزه ها تو زبانشه. انسان بلغم نداره، آب بینی نداره، نیاز به خواب پیدا نمی کنه، مریض نمیشه، فقط سلامتی است تو سن جوانی، همه یک دست، فقط لذت بردن از نعمتهای بهشته، مزه تو دهانته دیگه آب میشه، وارد معده نمیشه که شکمت باد بکنه. اینا اوصاف بهشتیه، هیچ کینه و بغضی تو بهشت نیست بین بهشتیان. الله رب العزت و الجلال به بندگانش میگه چیزی دیگه نمیخوای شما؟ به ذهنشون نمیرسه. اینجاست که الله پرده رو بلند میکنه. سبحان الله، پرده رو از صورتش بلند میکنه. پرده رو از صورت و سیماش بلند میکنه. الله نوره، نور السماوات و الارض، یک تکه نوره. میگه حالا چی میگی؟ حالا من شما را مفتخر میکنم، به سعادت کامل میرسونم، اجازه میدم که سیمای منو تماشا بکنید، سیمای نورانی الله. اونجا الله اجازه میده که تماشای سیمای الله بکنید، به دیدار الله، ملک الملوک، فرمان روای مطلق، جهال هوایس، چشمی که در دنیا نگاه به حرام کرده کوره، نمیتونه الله ببینه اون روز. وقتی که الله پرده رو بلند میکنه، همه بهشتیان مات و مبهوت میشن. کل لذت های بهشت رو همه فراموش میکنن. وجوه یومئذ ناظره، نور الهی منعکس میشه تو صورت بهشتیان. سبحان الله، نور رب العزت و الجلال، نور سیمای نورانی رب العزت و الجلال منعکس میشه تو صورت بهشتیان، صورت بهشتیان یک پارچه چه روشن میشه. سبحان الله، خداوند در قرآن میفرماید وجوه یومئذ ناظره،
اون روزی که خداوند پرده بلند میکنه در بهشت و بهشتیان به تماشای الله مینشینن، صورتهای بهشتیان نادره هست، از نظارت سفید میشه، روشن میشه، میدرخشه، بخاطر نور الله که تو صورتشان منعکس میشه. وجوه یومئذ نادره، نتیجه چیه؟ الی ربها نادره. این آیه رو خوندید شما، وجوه یومئذ نادرتون الی ربها نادره، چون که به ربش داره نظاره.